روايات علماء الشيعة. وكذا لعن كل من خالف في الإمامة، وكذا لعن بني أمية، وكذا لعن الصوفية عموما وخصوصا. وهمچنین از لعن تمام کسانی که در امامت مخالفت با فرقه حق دارند، لعن اینها خیلی زیاد وارد شده، و همچنین لعن بنی امیه و همچنین لعن فرقه عرفا و صوفیه. عرفا و صوفیه اینها عموما و خصوصا، چه لعنهای عامی که همه این جماعت را شامل میشه، چه به خصوص آنها. و بینندگان محترم، این مطلب را حالا یک وقتی من خدمت شما مفصلا مطرح میکنم که عرفان همان تصوف هست و این صوفیه وقتی که وارد تشیع میشن، اینها بازرنگی که دارند خودشان را صوفی معرفی نمی کنند و تصوف را به عنوان تصوف معرفی نمی کنند و میگن این علم عرفان. و بینندگان محترم، یک کمی آدم به کتاب فتوحات ابن عربی مراجعه بکند، او که رئیس عرفا هست، او خودش ابنش که خودش را صوفی بگوید و تصوف را معرفی می کند و تصوف چی هست و فضل تصوف چیست و مدارج تصوف چیست، مفصل در کتابهای او موجوده و همچنین بقیه علماء صوفیه. فقط برای عوام فریبی و در بین شیعه، چون احادیث اهل بیت علیهم الصلاة والسلام در لعن صوفیه وارد شده و صریح و هیچ گونه جایی مخفی کردن در اونجا نمانده، این جماعت وقتی که به لباس شیعه ظاهر می شوند، اون را پنهان خودشان را به عنوان صوفی نمیگن، میگن ما عارف هستیم. ببینید در زمان ائمه علیهم الصلاة والسلام که امام حسن عسکری علیه السلام در سال 260 هجری شهید شدند، در اون زمان این تصوف به نام عرفان شناخته نمیشد. این امر متأخره و تصوف کی نام عرفان به خود گرفت؟ اون زمانی که وارد جامعه شیعه شد و این در 300 سال گذشته، 350 سال گذشته بوده. قبلا در بین علمای ما عرفا نبود و تصوف نبود و علمای ما در عرفان و تصوف نه کتاب می نوشتن و نه اهل این کارها بودن، بلکه شدیدن از اینها احتراز می کردن و دوری می جستن. در اعصار گذشته، در سه قرن گذشته، کم کم تصوف وارد تشیع شد. و این خب این بحث خودش را مفصل می خواهد. یک وقتی انشاءالله العزیز من این مطلب را دوست دارم برای شما باز بکنم و مفصل پیرامون این مطلب صحبت بکنم و کفر صوفیه و انحراف جماعت عرفا را خدمت شما به عرض برسانم. یک مطلبی اینجا به خدمت شما عرض برسانم که جماعت صوفیه اینا زرنگ هستن و اینا خیلی شیطان هستن. اینها خیلی از بزرگان شیعه که اهل کرامات بودن، اینها را به عنوان صوفی و عارف بین مردم معرفی میکنن و منفعت این کار برای اونها واضح و روشنه. وقتی که مثلا سید ابن طاووس را میگن عارف بوده، یا احمد بله ابن فهد الحلی را میگن عارف بوده، خب فایدهش چیست که اینها فقهای بزرگ شیعه بودند. وقتی که اینها هم مسلک این جماعت باشند، دیگر شیعیان با دید احترام و تکریم به اینها نگاه میکنند. ببینید بینندگان محترم، در علماء شیعه و همچنین غیر از علماء، عوام شیعه به خاطر عبادت خداوند متعال و به خاطر خلوص در توسل به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و مقامات عالی معنوی دست می‌یابند. این ربط به تصوف و صوفیگری ندارد که هر کسی از علما که صاحب کرامت بود، این جماعت زود رو عارف می‌نامند، صوفی می‌نامند. این طوری نیست بینندگان عزیز. کسی که عبادت خدا بکند، زیارت عاشورا بخواند، توسل به اهل بیت علیهم السلام داشته باشد، عقایدش خوب باشد، گناه نکند و بعد عبادت زیاد بکند، از کار را بگوید و صلوات بگوید و زیارت ائمه علیهم السلام مشرف بشود، قطعا ابواب رحمت خدا و ابواب توجه اهل بیت علیهم السلام به سوی او باز می شود و این امری خیلی قطعی هم قطعی تره. این هم را شما خودتان می توانید تجربه بکنید. عالم غیب دور نیست، عالم غیب همین جا هست. ما هستیم که با گناهان خودمان و با عدم توجه و اقبال به پروردگار عالم و ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام، درهای عالم غیب را به سوی خود بسته ایم و چشمان باطن خود را به سوی عالم غیب کور کرده ایم.
و الا انکار شدنی هست و خیلی هم واقع شده و واقع می شود. این ما وقتی که ما بر علیه صوفیه و تصوف و عرفان صحبت می کنیم بینندگان محترم، این به این معنا نیست که علماء صحیح العقیده با عبادت خدا و عبادات شرعیه و مقامات عالیه رسیده بودن ما از عظمت اونها انکار بکنیم. نه، ما جماعت هایی را میگوییم که اونها بله کارهایی میکنن که در شرع مقدس نیامده و اهل بیت علیهم السلام نفرموده ان و از پیش خود راه و رسمی به نام سیر و سلوک درست کردن. سیر و سلوک و این پیری و مرشدی، اینها در کلام اهل بیت علیهم السلام نیامده، بلکه اهل بیت علیهم السلام این طائفه را لعنت فرمودند. خب حالا وقت باز کردن این مطلب نیست، اما این را بدانید که امروز مصیبت خیلی عظیمه، امروز مصیبت خیلی عظیمه و اونهایی که باید پاسداران مذهب تشیع باشند، یعنی علما، یعنی حوزه های علمیه، یعنی کسانی که در بر مدارس تدریس و تألیف مطالب علمی و دینی نشستن، خود اونها آلوده به انواع کفریات و انواع انحرافات هستن، از جمله همین مصیبت تصوف، از جمله همین مصیبت عرفان، از جمله همین مصیبت پیروی از ملاحده فلاسفه. حالا این در جای خودش ان شاء الله العزیز یک وقتی باید باز بشد و مورد بررسی و بیان واضح قرار بید.